احتمالا الان که روی این پست ضربه زدید یا از سر کنجکاوی وارد شدید تا بدونید موضوعش چیه یا یکی از خریداران پکیج استودیو کرماکی لایتر کی 701 هستید. به هر حال خیلی خوش اومدید. من عرفان هستم و اینجا استودیو کرماکی لنده و قراره که توی این ویدیو ستاپ کامل پکیج استودیو کرماکی لایتر کی 701 رو با هم دیگه داشته باشیم و به شما طریقه نصب و راه اندازی این پکیج کامل رو یاد بدم. داخل این پکیج 5 تا سپایه نور داریم که 3 تا از اونها برای سافت باکس ها استفاده میشه و 2 تا از اونها هم برای در اصل پایه کرماکی استفاده میشه، به عنوان پایه کرماکی استفاده میشه. فعلا میذارمش اینجا. 3 تا میله 1 متری داریم برای اینکه بتونیم پرده کرماکیمون رو که این ور هستش توی کادر شما نمیبینیدش، حالا جلوتر بهتون نشون میدم، رو روی این میله ها سوار بکنیم و بریم سراغ قسمت بعدی. یک پایه بوم داریم به همراه یک خورشیدی که جلوتر بهتون میگم که اصلا کاربرد این چیه و خورشیدی اصلا به چه معناست، و 3 تا کاسه نور داریم یا در اصل 3 تا بدنه سافت باکس رو داریم و 3 عدد هم بدنه خود سافت باکس که وظیفه پخش نور و نرم کردن اون رو داره. خب من از قبل 2 تا از این سافت باکس ها رو ستاپ کردم و همین الان روبروی من هستن و دارن به صورت من نور میتابونن. یه نکته هم در رابطه با قدرت نور این سافت باکس ها بهتون بگم که این سافت باکس ها به خودی خود نور ندارن و شما باید جدای از این پکیج براشون لامپ تهیه بکنید. پس قدرت لامپی که شما تهیه میکنید کاملا نشانگر اینه که چقدر شما نور خواهید داشت. خیلی خب با هم دیگه بریم طریقه نصب یک سافت باکس به همراه سپایه اون رو یاد بگیریم. برای درک بهتر جزئیات یه سری نماهای کلوزآپ و بسته هم توی تصویر می‌بینید که بتونید خیلی راحت‌تر و از نزدیک‌تر متوجه بشید که چه اتفاقاتی قراره بیفته. پایین‌ترین پیچ سپایه رو ما آزاد می‌کنیم و یه مقداری شلش می‌کنیم و به محض اینکه این کارو کردیم، سه قسمت پایینی سپایه رو خیلی راحت می‌تونیم از محل خودشون خارج بکنیم همطور که دارید می‌بینید و به سمت پایین سپایه رو بکشیم. همطور که می‌بینید. خیلی راحت الان ما سپایه‌مون آزاد شد و میتونه روی زمین قرار بگیره و این پیچ رو ما از این قسمت سفت میکنیم. حواستون باشه که تمامی اجزای مکانیکی این پکیج اگر که به سختی و با فشار باشون برخورد بشه، فرقی البته نمیکنه که این پکیج یا هر پکیج دیگه ای، به هر حال اگر که با فشار خیلی زیادی باشون برخورد بشه ممکنه که پیچ ها هرز بشن یا اتفاق این شکلی بیفته. پس حواستون باشه که پیچ ها رو بیش از حد سفت نکنید که یه وقتی خدای نکرده برای این پیچ ها اتفاقی نیفته. البته که قبلا هم گفتم این پکیج شامل 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش هم هست. سپایه ما میتونه ارتفاعش تا حدود 2.80 متر 2.90 متر افزایش پیدا بکنه، پس به واسطه این دو تا پیچ ما میتونیم اون رو بلندترش بکنیم و باز پیچ ها رو سفت بکنیم. اما برای اینکه داخل کادر راحت تر شما ببینید، من توی همین ارتفاع نگهش میدارم تا شما بتونید بقیه موارد و جزئیات رو هم توی همین ارتفاع ببینید. بریم سراغ نصب خود کاسه سافت باکس روی سپایه که از این طریق این پیچ رو ما آزادش میکنیم و وقتی که داخل حفرهش رو نگاه بکنیم به اندازه باید این پیچ رو آزاد بکنیم که از اون حفره بزنه بیرون تا اون حفره به صورت کامل روی در اصل این سری سپایه قرار بگیره، به این صورتی که توی تصویر میبینید. و به محض اینکه قرار گرفت ما میتونیم این پیچ رو سفت بکنیم تا سپایه توی جای خودش در سافت باکس توی جای خودش محکم بشه. بعد از نصب کاسه سافت باکس میرسیم به ستاپ کردن بدنه روی اون که داخل یک کیف ما تمامی اجزای مورد نیاز رو نیاز داریم برای هر یک سافت باکس که با هم دیگه ببینیمشون چه چیزایی هستن. 4 تا میله مسی، خود بدنه سافت باکس و البته یک دیفیوزر. کاری که ما باید انجام بدیم اینه که به ترتیب این میله ها رو از بالای کاسه سافت باکس شروع بکنیم و دونه به دونه داخل این حفره های کوچیکی که داخل تصویرم دارید میبینید قرار بدیم و اون سر میله که به صورت قلاب هست رو داخل بدنه خود سافت باکس 4 تا از این قسمت هایی که توی تصویر دارید میبینید داره میتونیم قرار بدیم تا سافت باکس توی جای خودش محکم و مقاوم وایسه. همونطور که داخل تصویر هم دارید میبینید کافیه که ما فقط این میله ها رو داخل این قسمت ها بکنیم و وقتی که میله اول رو این کار رو انجام دادیم روش میریم سراغ میله دوم باز هم از بالا. خب همونطور که میبینید 2 تا از میله ها رو ما به راحتی تونستیم داخل بدنه سافت باکس قرار بدیم و میریم سراغ میله های سوم و چهارم، در اصل میله های آخر. باز هم به همین صورت پایین سافت باکس هم ما 2 تا حفره داریم که یکی از این میله ها رو من داخل این حفره میکنم، با یه فشار خیلی خیلی کوچیک میتونم وارد این قسمت از بدنه سافت باکس بکنم و همونطور که میبینید سافت باکس ما به صورت کامل داره ستاپ میشه. میرسیم سراغ میله آخر و من باز هم
همین کار رو انجام میدم. یه فشار خیلی خیلی کوچیک نیازه برای اینکه این میله داخل این قسمت قرار بگیره و همین الان شما دارید میبینید که به صورت کامل ما تونستیم که سافت باکسمون رو ستاپ بکنیم و میله ها سر جای خودشون قرار بدیم. الان کافیه که قبل از نصب دیفیوزر 4 تا لامپ خودمون رو که توضیح دادم روی این هولدرهای لامپ ببندیم و بعد از اون هم دیفیوزر این سافت باکس رو به واسطه این چسب هایی که 4 طرفمون قرار داره روی بدنه سافت باکس ببندیم. همینقدر ساده و راحت. بعد از اینکه سافت باکسمون رو ستاپ کردیم میتونیم به واسطه این پیچی که البته شما توی تصویر مونتاژ شده دارید میبینید و این سمت هست، ما زاویه تابش سافت باکس رو تغییر بدیم و به هر شکلی که میخوایم اون رو در بیاریم و پیچ این قسمت رو سفت بکنیم تا سافت باکس توی هر زاویه که دلمون خواست قرار بگیره. این سافت باکس در حال حاضر به صورت عمودی ستاپ شده، اما یه وقتی ممکنه که شما نیاز داشته باشید که سافت باکستون رو به صورت افقی هم داشته باشید برای اینکه نور بیشتری یا بتونید پخش بکنید. هیچ نیازی نیستش که تمامی این مراحل رو به عقب برگردید و از اول ستاپتون رو انجام بدید. تنها کاری که نیاز هست انجام بدید اینه که این پیچ رو از این قسمت آزاد بکنید و به محض اینکه سافت باکس رو تونستید از روی سپایه جدا بکنید، از طریق این دوتا حفره سمت چپ و راستی که روی خود بدنه کاسه وجود داره سافت باکس رو به صورت افقی روی بدنه سپایه قرار بدید و خیلی راحت دوباره پیچ رو سفت بکنید. و خب همونطور که میبینید ما تونستیم سافت باکس رو در کمترین زمان و با بیشترین سرعت به صورت افقی هم ستاپ بکنیم. برسیم به پایه بوم. پایه بوم به صورت خلاصه کارش اینه که به شما یک زاویه جدید میده و شما به واسطه اون خورشیدی که جلوی من میبینید میتونید به طور مثال همچین زاویه ای رو داشته باشید و نورتون رو از بالا بتابونید و خیلی خیلی راحت ما میتونیم به واسطه ارتفاع خیلی زیاد این پایه و البته ارتفاع 150 سانتی متری این پایه خیلی نورپردازی بهتری داشته باشیم. فقط کافیه که پیچ‌های روی خورشیدی رو آزاد کنید تا حفره‌های اونا از همدیگه باز بشه و روی پایه خودتون یکی از اون حفره‌ها رو ببندید همونطور که دارید توی تصویر هم می‌بینید و بعد پیچ رو کاملا سفت بکنید تا توی جای خودش محکم قرار بگیره و پیچ سمت دیگه این خورشیدی رو دوباره آزاد بکنید و این میله رو داخلش قرار بدید. الان خیلی راحت ما یک زاویه جدیدی رو به دست آوردیم که حالا باز ارتفاعش و زاویهش رو میتونیم تغییر بدیم و سافت باکسمون رو حالا میتونیم روی این میله ببندیم و از بالا نور بتابونیم. و در آخر میرسیم به ستاپ کردن پرده کروماکی که خیلی کار آسونیه، روی این میله ها قرار میگیره و سه تا میله یک متری داریم که دو تای از اونها یک سرشون یکی از حفره هاش بزرگتره. یه ذره سخت شد اما دارید توی تصویر میبینید و متوجه میشید که منظورم چیه. این دوتا میله باید سمت راست و چپ، یا حالا توی تصویر شاید برعکس میبینید، سمت چپ و راست قرار بگیره و یک میله دیگه هم که داریم اون وسط قرار میگیره. به واسطه این در از خشاب هایی که اینجا داریم خیلی راحت ما میتونیم این میله ها رو داخل همدیگه قرار بدیم همونطور که دارید توی تصویر میبینید و در نهایت یک میله سمتری رو حدوداً تشکیل بدیم. و برسیم سراغ اصل کاری، ستاپ کردن پرده کرماکی. شما برای ستاپ کردن و در از قرار دادن این پرده روی میله که بتونید بعداً به صورت کرکره ای از اون استفاده بکنید، اولین کاری که باید انجام بدید اینه که این پرده رو باید به صورت کامل باز بکنید تا برسید به لوله انتهایی اون و پرده رو از لوله جدا بکنید و بعد یه چسب پهن یا یه چسب کارتون رو برمی‌دارید و از ابتدای لوله تا انتهای اون رو به صورت کاملاً دورانی و دایره‌ای شکل، اما برعکس. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما دارید چسب و دور لوله میچرخونید باید قسمت چسبنده اون یا چسبناک اون بیرون باشه، به سمت بیرون باشه و شما زمانی که دستتون رو به اون میزنید بچسبه. بعد از اینکه کاملا سطح لوله رو با چسب پهن پوشوندیم و قسمت چسبون اون هم به سمت بیرون بود، میایم و دوباره پرده‌ای که باز کرده بودیم رو روی این لوله قرار میدیم تا بخش زیادی از پرده توی قسمت انتهایی اون به چسب پهن ما بچسبه. چرا؟ به این دلیل که زمانی که ما پرده رو از این به بعد میخوایم باز بکنیم یا از حداکثر ارتفاع اون استفاده بکنیم، به محض اینکه به انتهای در از ارتفاع پرده رسیدیم پرده رها نشه و روی اون قسمت چسبنده باقی بمونه و همون قسمت چسبنده حکمه کرکره رو برای ما بازی میکنه و هر زمان که بخوایم ما میتونیم از همون قسمت پرده رو دوباره به راحتی جمع بکنیم بدون اینکه پرده رها بشه. خیلی خب دوستان، ستاپ پکیجمون به اتمام رسید و به عنوان یه سری نکته کلیدی میخوام بهتون بگم که چطوری میتونید چیدمان بهتری داشته باشید. بهترین نوع چیدمان اینه که دو تا از سافت باکس هایی که دارید رو به صورت 45 درجه روبروی خودتون قرار بدید همونطوری که الان هستش داخل تصویر که البته شما نمیبینید چون بیرون از کادره، و سافت باکس سوم رو شما هم میتونید روبروی خودتون قرار بدید که در از سه تا سافت باکس داشته باشید، هم
میتونید به واسطه پایه بوم از بالا به پایین نور رو بتابونید و از بالا هم در اصل اون فضایی که دارید یا حالا صورت خودتون رو روشن بکنید. و برای نورپردازی بهتر صورتتون هم میتونید از رینگ لایت ها هم استفاده بکنید و به کمک این دو تا سافت باکس و یک رینگ لایت یک نور فوق العاده توی صورتتون داشته باشید. و برای داشتن یک صدای رساتر و بهتر و با کیفیت تر هم میتونید از میکروفون های سری بویا M1 استفاده بکنید که هر دوی این محصولات و البته کل این پکیج داخل وبسایت ما یعنی chromakeyland.com موجوده. میتونید به وبسایتمون سر بزنید و اگر که تمایل داشتید این محصولات رو هم در کنار این پکیج خریداری بکنید. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که سوالی نمونده باشه، اما اگر همچنان سوالی هست داخل کامنت ها ازمون بپرسید، حتما جواب میدیم. و مرسی از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. روزتون بخیر، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.